اگر بخواهیم دکه را با اخبار مربوط به کرونا آغاز نکنیم، اسرائیل، سوریه و سفر آقای پومپئو مهمترین خبر خارجی در رسانه هاست. عاقبت پس از 500 روز دولت جدید اسرائیل در ائتلاف تازه زمام کشور را به دست می گیرد. آقای گبی اشکنازی که پیشتر رئیس ستاد ارتش کشورش بود، اینک وزیر خارجه می شود. او حتی قبل از آغاز به کارش با آقای مایک پومپئو که از امریکا به اسرائیل آمده بود ملاقات کرد. از دیگر ملاقات کنندگان آقای بنی گانس رئیس پیشین مجلس که عکس این ملاقات را روزنامه اومانیته چاپ کرده است. آقای پومپئو روز چهارشنبه در اسرائیل گفت طرحهای آقای ترامپ به روند خواسته شده پیش می رود. امری که می دانیم آقای محمود عباس با آن مخالف است و در همان شب ورود یک سرباز اسرائیلی و ساعتی دیرتر یک فلسطینی کشته شدند. سه شنبه آقای محمود عباس در رام الله سخنانی انتقادی ایراد کرد. و ما در چالش‌های نظامی هم این عکس که به قصد حضور و رشادت یکی از مذهبیون جمهوری اسلامی انتشار یافته، در حالی که آقای روحانی اجرت شهادت در آب را 10 برابر شهادت در خشکی در بارگاه الهی اعلام کرده است. نشریه ایندپندنت چاپ انگلستان که رسانه‌های لبنانی آن را بازتاب داده‌اند می‌پرسد اگر آقای ترامپ 74 ساله با وزن سنگین، با ناراحتی قلبی، بدی تغذیه و بدون انجام ورزش مبتلا به کرونا بشود چه خواهد شد؟ The vice president has made the choice to keep his distance for a few days and I would just note that that's his personal. معاون وی بر اساس پاره شایعات که بعداً تکذیب شد، او نیز دچار مشکلات سلامتی شده بوده است. خبرها میگوید که چند روزی است این دو مقام فاصله دار فیزیکی اما همکاری‌های خود را ادامه می‌دهند. آخرین مصاحبه آقای ترامپ مثلا با فاکس نیوز و یا مصاحبه‌های مطبوعاتی وی خبرساز شده بوده است. همکنون در امریکا شمار جان باختگان به دلیل ویروس کرونا از 85 هزار نفر گذشته است. در ناو تئودور روزولت هم مبتلایان به کووید 19 5 نفر شماره شد. در فرانسه آقای ژان شامباز رئیس دانشگاه سوربن نگران وضعیت تحصیلاتی دانشگاه‌ها به دلیل امنیت دانشجویان و استادان است. در این حال از روز دوشنبه با برداشته شدن قرنطینه چهره شهرها و از جمله اینجا در پاریس تغییر کرده است. باید گفت از امروز در استان پاریس کارخانه‌ای افتتاح شد که روزانه 1 میلیون ماسک تحویل مردم می‌دهد. اینجا لبنان و مراسم نماز ماه رمضان با رعایت انضباط‌های بهداشتی است. در شمال فرانسه برای 14 بار در ظرف چند ماه گذشته عده‌ای ناشناس 14 گوسفند را از مزرعه کشاورزان دزدیدند. جشن اومانیته، جشن فرهنگی حزب کمونیست که از سال 1930 تا به امروز هر سال دنبال می‌شده مگر دوران جنگ جهانی دوم، امسال به دلیل ویروس کرونا در ماه سپتامبر برگزار نخواهد شد. 29 سال پیش برای اولین بار خانم ادیت کرسون به عنوان نخست وزیر فرانسه انتخاب شد. همچنین سالگرد درگذشت الیوت نس، پلیس مشهور، در سال 1957. او کسی است که توانست آل کاپون را دستگیر کند. رابطه وجود و نیاز به حضورش را مثلا در ارتباط با ایران حدس بزنید. Cette cuvée 2020 est un petit peu particulière. Pour pouvoir la sentir, il faut enlever le masque. و بالاخره امر چیدن گل‌های سرخ در باغ‌های پرورش گل و ویروس کرونا، دو ترازوی نامیزان و نابرابر که در چاره‌جویی تلاش‌ها گل سرخ را پیروز خواهد ساخت. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.